استفاده از نوار ابزار فورمت در نرم افزار اینونتور 2019. شما میتونید با استفاده از سربرگ اسکچ و از قسمت آخر این سربرگ این نوار ابزار رو برای خودتون فعال کنید. شما میتونید با استفاده از فرمان هایی که در این نوار ابزار وجود داره نوع یا فرمت پروفیل یا موضوع مورد نظر خودتون رو تغییر دهید. برای که این فرمان ها رو من به شما نمایش بدم، قبل از اون یک سری از موضوعات رو رسم میکنم به این صورت که مشاهده میکنید و بعد از اون این فرمان ها رو با هم مرور خواهیم کرد. در اینجا من سه موضوع مختلف رو برای خودم رسم کردم و میبینید که این سه موضوع با فرمت های مقابل برای من قابل نمایش هستن که میخوام این فرمت ها رو تغییر بدم. شما میتونید با استفاده از فرمت Construction یک خط یا یک موضوع رو تبدیل به خط یا موضوع کمکی بکنید، بدین صورت که اون موضوع دیگه در ترسیم اسکیچ شما به صورت خط فعال نباشه و فقط یک خط کمکی یا ساختار وجود داشته باشه. برای استفاده از این فرمان به این صورت هستش که شما در ابتدا باید موضوع مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و بعد از اینکه موضوع انتخاب شد این فرمان رو برای خودتون فعال کنید. بعد از فعال کردن میبینید که دایره من تبدیل به یک دایره با استفاده از خط چین شده که این موضوع برای من به صورت کمکی در نظر گرفته خواهد شد. همچنین شما اگر اندازه‌ای به صورت مقابل داشته باشین میتونید با استفاده از Driven Dimension یا Driven Dimension اون رو تبدیل به اندازه های غیر اصلی یا اندازه های متغیر بکنید، به این صورت که من در اینجا هم روی اندازه خودم کلیک میکنم و بعد از اینکه اندازه برای من فعال شد روی Driven Dimension کلیک کرده و میبینید که این اندازه رو به صورت اندازه داخل پرانتز برای من نمایش داده میشه که قبل از این هم در مورد این قسمت توضیح داده بودیم. همچنین شما با استفاده از فرمان سنتر لاین میتونید یک خط رو تبدیل به خط مرکزی کنید که به این صورت هست شما در ابتدا باید خط مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. اگر من این خط رو انتخاب کنم و بعد از اون این فرمان رو برای خودم فعال کنم این خط برای من تبدیل به خط مرکز خواهد شد. همچنین اگر شما یک نقطه رو برای خودتون انتخاب کنید و بعد از اون با استفاده از سنتر پوینت میتونید این نقطه رو تبدیل به نقطه مرکزی کنید. در قسمت فرمت میبینید که هیچ تغییر خاصی در شکل‌های ما ایجاد نمیشه، فقط نوع نمایش اون موضوعات برای ما تغییر کرده که با استفاده از این تغییر نوع نمایش شما میتونید یک سری از پارامترها رو برای خودتون در نرم افزار ایجاد کنید که اونها رو در قسمت مثال‌های کاربردی با هم مرور خواهیم کرد.